درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشورمان. مجله معتبر و معروف فوتبالی ورلد ساکر در یک گزارش کم سابقه در این نشریه که به مسائل سیاسی پرداخته است، به ماجرای روابط رژیم جمهوری اسلامی و عربستان و همچنین تحرکات جدید عربستان به طرز متفاوتی نگاه کرده است. این نشریه می نویسد که در دهه های اخیر روابط بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی بسیار پیچیده و تنش‌زا بوده است. اما اخیراً برخی نشانه های تغییر در سیاست های عربستان نسبت به جمهوری اسلامی دیده می شود که همگان را متعجب کرده است. این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. عربستان در پی یک استراتژی است که جمهوری اسلامی را به عنوان یک سوپاپ اطمینان برای خود مورد استفاده قرار دهد، که در این متن تحلیلی به بررسی این استراتژی می‌پردازیم و خواهیم دید که نقش رونالدو، کریم بنزما و سایر فوتبالیست‌های معروفی که این روزها شتابان به سمت عربستان سعودی می‌روند چیست. اولاً لازم است به بررسی وضعیت داخلی جمهوری اسلامی بپردازیم. ایران به دلیل مشکلات اقتصادی، نارضایتی‌های مردمی و ناکارآمدی‌های مختلف دولت با شرایط داخلی نامطلوبی مواجه است. در چنین شرایطی برخی معتقدند که حفظ یک رژیم نسبتاً ضعیف و غیر مردمی در ایران می‌تواند برای عربستان سعودی مزیت‌های بسیاری داشته باشد. دوماً اینکه عربستان به دنبال استفاده از جمهوری اسلامی به عنوان یک لولو در منطقه است. این به این معناست که عربستان می‌تواند با ایجاد تنش‌های محدود و کنترل شده با ایران، توجه مردم خود و جهان را از مسائل داخلی و نقض حقوق بشر در کشورش منحرف کند. این روش به عنوان یک ابزار مناسب برای حفظ استقرار داخلی و تثبیت قدرت رهبری عربستان سعودی مطرح می‌شود. سوم اینکه این رویکرد می‌تواند به عربستان اجازه دهد که نقش خود را در منطقه و حتی بین‌المللی گسترش دهد و با ایجاد یک تعادل محاسباتی با جمهوری اسلامی، عربستان می تواند خود را به عنوان یک بازیگر عمده و مؤثر در سیاست‌های منطقه‌ای تثبیت کند. به طور خلاصه، استراتژی جدید عربستان در برقراری روابط با جمهوری اسلامی نه تنها می تواند به این کشور اجازه دهد تا از وضعیت ضعف و ناکارآمدی رژیم جمهوری اسلامی به عنوان یک سوپاپ اطمینان بهره‌مند شود، بلکه می تواند پایه‌ای برای گسترش نقش و تأثیر عربستان در منطقه و بین الملل باشد. در همین رابطه، الکساندر چفرین، رئیس یوفا، در واکنش به گرد و خاک تیم‌های عربستانی در بازار سبز نقل و انتقالات اروپا، گفته است که این تلاش‌ها بیهوده است و سعودی‌ها سعی می‌کنند که ترمیم چهره بین المللی خود را با خراب کردن بازار نقل و انتقالات اروپا انجام دهند. او از این حرکت به عنوان تعویض طلایی عربستان رونالدو به جای خاشقجی نام میبرد. او میگوید که عربستانی ها اصلاً به دنبال فوتبال نیستند، چرا که اصلاً این رویکرد برای فوتبال عربستان اشتباه است. آنها باید روی آکادمی های فوتبال سرمایه گذاری کنند، باید مربیان خوب به خدمت بگیرند و سعی کنند بازیکنان بومیشان را بسازند. سیستمی که بازیکنانی را میخرد که تقریباً به پایان عمر فوتبالیشان رسیدند، سیستمی نیست که بتوان با آن فوتبال را پیشرفت داد و این نشان می‌دهد که عربستان سعودی اهداف دیگری دارد. او می‌گوید که عربستان سالیان سال است که در جهان به خشونت و حمایت از گروه‌های افراطی معروف شده است. برای مدت طولانی وقتی نام این کشور می‌آمد، همگان یاد جمال خاشقجی می‌افتادند، روزنامه نگاری که در سال 2018 به دستور بن سلمان در سفارت عربستان در ترکیه قطعه قطعه شد. او یکی از مشهورترین روزنامه نگاران مخالف حکومت عربستان سعودی بود و در آخر انتقادهای او با مرگ پاسخ داده شد. حالا اما داستان برای عربستان فرق کرده است. فوتبال پنجره ای تازه برای این کشور رو به دنیای مدرن بود. امروز وقتی از عربستان حرف زده می شود، همه یاد حضور رونالدو، بنزما، کانته و غیره می افتند. لباس های شماره هفت رونالدو در تیم النصر عربستان، در پاساژهای اروپا و آمریکا،
در کنار لباس‌های تیم‌های مشهور دنیا فروخته می‌شود. سران عربستان سعودی به این نتیجه رسیدند که می‌توانند با حضور فوتبالیست‌های مشهور در عربستان برند خود را ترمیم کنند. آنها به معنای واقعی کلمه بازیکن فوتبال نخریدند، بلکه سفیران را به خدمت گرفتند که وظیفه تبلیغ عربستان به عنوان یک کشور عادی در دنیا را دارند. صفحه اینستاگرام رونالدو به تنهایی 592 میلیون نفر دنبال کننده دارد. هر پستی که این بازیکن از عربستان می‌گذارد، تغییری در نگرش این افراد در مورد این کشور ایجاد می‌شود. حتی جورجیا، همسر کریس رونالدو، با 50 میلیون دنبال کننده کمک زیادی به تغییر چهره عربستان در جهان می‌کند. زندگی یک زن معروف در کشور مسلمان عربستان بدون هیچ محدودیت و مشکلی. به نظر شما سران عربستان سعودی با چه ترفند دیگری می توانستند نگاه مردم جهان به خود را تا این اندازه تغییر دهند؟ ترفندی بجز فوتبال و ستاره‌هایی همچون رونالدو، کانته و کریم بنزما. اکنون با رویکرد جدید عربستان سعودی، خاشقجی به خاطره ها پیوست و الان عربستان مساوی است با رونالدو و این یعنی استراتژی سعودی ها در جذب ستاره های دنیای فوتبال کاملا درست بوده است. مسیری که آنها می روند زمین تا آسمان با مسیری که کشورهای دیگر در منطقه رفتند متفاوت است. برای مثال شما ببینید اوضاع ایران اکنون چگونه است. شاید بگویم که شنیده ایم که در ایران پل عابر پیاده را پلم کردند. حالا ببینید که حضور کشوری مانند ایران در کنار عربستان و انعکاس چنین اخباری تا چه اندازه میتواند به سود عربستان سعودی باشد. عربستان نه تنها با ترمیم چهره خود در جهان توانسته از احتمال براندازی خارجی را از بین ببرد، بلکه با استراتژی جدیدش در برقراری روابط با جمهوری اسلامی ایران نه تنها میتواند به این کشور اجازه دهد تا از وضعیت ضعف و ناکارآمدی در ایران به عنوان یک سوپاپ اطمینان بهره مند شود، بلکه میتواند پایه‌ای برای گسترش نقش و تأثیر عربستان در منطقه و بین الملل باشد. همچنین میتواند ابزاری باشد برای حفظ استقرار داخلی و تثبیت قدرت در عربستان سعودی. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.